امسال نیز با کشت و خون آغاز شد. در شب و روز نوروز و یک روز پس از آن دست کم در 10 ولایت کشور طالبان به جنگ پرداختند. تلفات نیروهای امنیتی هم چشمگیر بوده است. تنها در ولایت زابل حمله نفوذی طالبان بر نیروهای ارتش و پلیس 22 تن از این نیروها را به شهادت رساندند. گروه طالبان نیز تایید کرده است که این حمله کار این گروه بوده است. ما یک نوع تاکتیک است از طرف طالبان که استفاده میشه، مبنی بر این که باید دولت افغانستان به خواسته از اونا توجه بکنه یا ایالات متحده آمریکا به دولت افغانستان فشار وارد بکنه که به خواسته طالبان توجه بکنن، چون رهایی زندانیان طالب یک پیشرفت برای آغاز مذاکرات و اگر دولت به هر میزان در این زمینه تعلل بکنه به اون میزان طالبان فشار خود بیشتر میسازن تا به خواستهشون رسیدگی شود. شدت عملات طالبان واکنش ها را در داخل و خارج کشور در پی داشته است. نیکالاسکی نماینده غیر نظامی ناتو عملات طالبان را شرم‌آور خوانده است. پیتر پورگل سفیر آلمان در کابل گفته است که عملات اخیر طالبان پروسه صلح را زیر سوال برده است. از سوی هم سفارت آمریکا در پیوند به عملات اخیر طالبان گفته است که زمان صلح است نه جنگ. دکتر عبدالله عبدالله رئیس جمهور حکومت امشمول عملات اخیر طالبان را جنایت خوانده و گفته است چون این عملات به اعتمادی میان طرف ها را در گفتگوهای صلح تحت شعاع قرار می دهد. این میتواند تاثیر فوق العاده منفی بر روند صلح داشته باشد. خب نمیشه که از یک طرف میدان های جنگ داغ نگاه بکنیم، از طرف دیگه سخن از گفتگو و مذاکره بزنیم. اگر وضع به این شکل باشه، مفهومش ایست که هم جنگ و هم صلح از مردم افغانستان متاسفانه قربانی میگیره. در این میان قربانیان جنگ از طرف های درگیر میخواهند که جنگ را پایان دهند و بر روند صلح یک جا شوند. ما خیلی خوشبین وی بودیم که قرار است که توافقنامه صلح بین طالبان و امریکا امضا شود، خیلی یک آرامی میآید. اما ما شاهد از هستیم که بارها دوباره حملات صورت گرفته از طرف طالبان بالای نیروهای امنیتی افغان. دیگه جنگ برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست. کار دستگان مردم افغانستان رسیده. ما منعیس یک خانواده شهید خواستم از جهان و خصوص از حقوق بشر جهانی است که دیگه جنگ بس کنند افغانستان. در حال عملات گروه طالبان با آغاز سال نو خورشیدی شدت گرفته است که پیش از این حکومت افغانستان خواهان آتش بس به خاطر مبارزه با ویروس کرونا شده بود، اما گروه طالبان به خواست حکومت افغانستان نه گفته است و به عملات خود در 3 روز گذشته شدت داده است. حفیظ الله سالنگی، تلویزیون نور، کابل.